دوازده بازی های خوب روان پزش که بهترین و احتمالا تنها مرجعی است که میتواند بازیها را به نحو احسن مورد بررسی قرار دهد متاسفانه تقریبا همواره با کسانی سر و کار دارد که بازی هایشان آنها را دچار مشکل کرده است به عبارت دیگر بازیهایی که به درمانگاه های تخصصی روانپزشکی راه میابند همه به ای از نوع بازی های بد هستند و از آنجا که بر حسب تعریف بازی ها تبادل هایی با مقاصد پنهانی یا نهفتهاند بنابراین تمام آنها دارای عنصر سوء استفاده هستند به این دو علت در نظریه و در عمل جستجو برای یافتن بازی های خوب کار آسانی نیست توصیفا بازی خوب بازی است که مزایای اجتماعیش از پیچیدگی های انگیزه هایش بیشتر باشد به خصوص اگر بازیگر بدون بیهودگی و بداندیشی با آن انگیزه ها به توافق رسیده باشد بدین معنی که بازی خوب هم به نفع حال بازیگران دیگر است و هم به روشن شدن ماهیت طرف کمک می کند از آنجا که حتی در بهترین شکل برخوردهای شخصی و اجتماعی و سازمانی زندگی روزمره بخش بزرگی از وقت ما صرف اجرای بازی ها می شود تحقیق برای یافتن بازی های خوب باید با جدیت هرچه تمامتر تر پیگیری شود چند نمونه از این بازی ها در اینجا آمده است اما باید پذیرفت که این مجموعه چه از لحاظ تعداد و چه از نظر کیفیت ممکن نیست مطلوب مطلوب نظر باشد بازی های خوب عبارتند است تعطیلی راننده اتوبوس شوالیه خوشحال می شوم کمک کنم فرزانه فروتن و افتخار خواهند کرد که مرا می الف تعطیلی راننده اتوبوس تز این در واقع بیشتر وقت گذرانی است تا بازی و ظاهرا برای تمام اشخاص درگیر سازنده است پستچی آمریکایی که برای تعطیلاتش به ژاپن رفته دوست دارد پستچی ژاپنی را هنگام توضیع نامه ها و بسته ها همراهی کند با متخصص گوش و حلق و بینی آمریکایی که تعطیلاتش را در هاییتی میگذراند به بحانه های مختلف وقتش را در بیمارستان جزیره گذراند و اینها وقتی به خانه برمیگردند نه تنها خستگیشان برطرف شده و خوشحالند بلکه آنقدر داستان برای تعریف کردن دارند که انگار برای شکار به آفریقا رفتند یا در اتوبان‌های اروپا رانندگی کردند سپاه صلح این روزها پناهگاه خوبی برای بازیگر تعطیلی راننده اتوبوس است اما وقتی کار در وقت گذرانی تعطیلی راننده اتوبوس دارای انگیزه نهفته می گردد جریان تبدیل به بازی می شود و در اینجاست که بازی بیشتر از هر چیز به صورت نمایشی از مقصود باطنی دیگری در می آید. اما حتی در این شرایط نیز بازی هنوز کیفیت سازندگی خود را حفظ می کند و بهترین پوشش برای سایر فعالیت هاست که آنها نیز ممکن است سازنده باشند. به شوالیه تست این بازی را اشخاصی اجرا می کنند که تحت فشار جنسی نیستند خصوصا مردان جوانی که ازدواجی موفق یا روابط خوب دیگری دارند و یا عاقل مردانی که با وقار تسلیم زندگی زناشویی شدند یا اصلا زندگی مجردی داشتند وایت به زنی برمیخورد که از او خوشش می آید و می خواهد از هر فرصتی استفاده کند تا صفات برجسته خود را به رخ آن زن بکشد بدون اینکه به وضعیت و مقام زندگی داخلی او تجاوز کند یا وضعیت اجتماعی یکیشان را به مخاطره اندازد یا کاری کند که دال بر بیزوقی باشد در حیطه این شرایط وایت با شور و هیجان دست به هر نوع بازی خلاقانه و ابتکار عمل میزند هدف فریب دادن و کام گرفتن نیست بلکه نشان دادن استعداد و هنر خود و در مقابل کسب تحسین و تمجید آن زن است امتیاز اجتماعی درونی برای وایت مسرت بخشیدن به آن زن از راه این هنرنمایی معصومانه و کسب واکنش تحسینآمیز اوست در موارد مناسب که هر دو طرف از ماهیت این بازی آگاهی دارند ممکن است بازی آنقدر کش پیدا کند تا به مرحله افراد و غیر اقلانی برسد مرد دنیا دیده البته میداند که چه وقت باید بازی را متوقف کند و چطور از حدی که دیگر لذت بخش نیست بیشتر نرود و هیچ پروایی هم نسبت به زن به خرج نمی دهد و همچنین میداند که چه وقت اعمالش دیگر شایسته و ظریفانه نیست و البته هیچ پروایی هم نسبت به غرور حرفیش به خود راه نمی دهد شوالیه به خاطر امتیاز اجتماعی برونیش بیشتر توسط شاعران بازی می شود که به تحسین منتقدان مهم آثار ادبی و حسن قبول بانویی که الهام بخش آنهاست به یک اندازه توجه دارند و در مواردی اولی را بر دومی ترجیح میدهند اروپایی ها در زمینه عشق و انگلیسی ها در زمینه هنر هنر شعرشان بیشتر از سایر کشورها در این بازی استاد شدند در آمریکا این بازی در قید مکتب شعر ظرف میوه است چشمانت چون آووکادو و لبانت همچون توت فرنگی و غیره شوالیه طیروی مکتب ظرف میوه را البته نمیتوان با ظرافت آثار هر یک و لاویستاش حتی آثار شیطنت آمیز ولی تخیلی راچستر و درست مقایسه کرد آنتیتز زنی که در چنین بازی شرکت می کند باید از صرافت و مناعت طبع قابل ملاحظهی برخوردار باشد و اگر از شرکت خدایی کند بیشک تلخی و حماقت کرده نوعی از این بازی به شکل تمجید گونهی وای شما چه ما هستید آقای فلان است مثلا من آثار شما را خیلی دوست دارم آقای په اگر زن خشن و بی احساس باشد ممکن است فقط به صورت وای شما چه ما هستید آقای فلان واکنش نشان دهد اما این کار زرافت بازی را خراب می کند آنچه وایت ارائه می دهد اشعارش است نه خودش بدترین واکنش این است که زن در مقابل بازی تجاوز درجه دو یا بزن به چاک را اجرا کند در چنین مواردی اجرای بازی تجاوز درجه سه یا فریاد تجاوز که امکان وقوعش هست زشتترین و غیر انسانی ترین واکنش زن است اگر زن فقط احمق باشد ممکن است تجاوز درجه یک را اجرا کند یعنی از تحسین وایت برای تغذیه احساس بیهودگی خود استفاده ببرد اما کوشش های خلاقه و توانایی او را نادیده بگیرد و او را ترد کند برو گم شد در هر صورت اگر زن این رفتار را حرکتی در جهت فریفتن و کام گرفتن تلقی کند بازی را خراب کرده است چون در واقع این تنها نمایشی از قوه خلاقی هنری وایت است انواع مربوطه از آنجا که شوالیه بازی است باید آن را از فعالیت ها و رویه ها و مناسک معمول اجتماعی تشخیص داد چون اینها صرفا تبادل های ساده و بدون انگیزه های نهفته هستند طرف زن این بازی را می توانیم بلارنی بنامیم چون در مغرب زمین اغلب آن را خانوم های فخیم که در غروب زندگانی خود هستند اجرا می کنند تحلیل محدود هدف تحسین دو جانبه نقش ها شاعر زن مورد ستایش نمونه عالی اجتماعی بالغ 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 مذکر ببین من چه احساس خوبی می توانم به تو بدهم بالغ معنیس و تو چه احساس خوبی به من می دهی نمونه عالی روانی کودک 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 مذکر ببین چه جملات قشنگی نوشتم کودک معنیس وای چه خوب بلدی امتیازات یک روانی درونی خلاقیت و اطمینان مجدد از جذاب بودن دو روانی برونی اجتناب از امکان من شدن از پیش های جنسی اجتماعی درونی شوالیه چار اجتماعی برونی این امتیاز ها ممکن است کنار رفته باشند پنج زیستی نوازش مشترک شش وجودی من می توانم با محبت و ظرافت زندگی کنم که خوشحال می شوم کمک کنم تز وایت مدام به مردم کمک می کند ولی انگیزه نهفته هم دارد ممکن است این کار را به خاطر توبه از شرارت های گذشتهش بکند یا ممکن است سرپوشی بر شرارتهای فعلیش باشد یا به منظور ریختن طرح دوستی با بهرگیری های بعدی باشد یا ممکن است صرفا برای کسب جاه و مقام باشد اما هر کس که انگیزه او را مورد سال قرار دهد کار خیرش را هم تایید می کند. مردم البته برای سرپوش گذاشتن بر شرارت های گذشته می توانند شرارت های بیشتری بکنند یا می توانند به جای خوبی با ایجاد ترس از مردم بهره برداری کنند یا می توانند به جای راههای خوب از راه های بد کسب جا و مقام کنند بشر دوستانی هستند که بیشتر به رقابت علاقه مندند تا به اصل خیراندیشی من بیشتر از شما اعانه دادم آثار هنری دادم زمین دادم و غیره در اینجا نیز اگر دلایل و انگیزه هایشان مورد سوال قرار گیرد کار خیر و سازندهشان مورد تایید قرار می گیرد. زیرا چه بسیار کسانی که در کارهای نابود کننده رقابت می کنند بیشتر مردم یا ملت هایی که خوشحال می کمک کنم را بازی می کنند هم دوست زیاد دارند و هم دشمن و هر دو طرف هم بیشک برای احساس خودشان دلایلی منطقی و توجیح پذیر دارند دشمنانشان به انگیزه های آنان حمله می کنند و اعمالشان را محدود می سازند حالان که دوستانشان اعمال آنها را تحسین می کنند و به انگیزه های آنان کمتر اهمیت را میدهند. دهند بنابراین برای این بازی ممکن نیست تحلیلی نظاممند وجود داشته باشد کسانی که ادعا می کنند به زودی نشان می دهند که از کدام جهت بیطرفند. این بازی به شکل ترفند برای بهلگیری اساس تشکیلات روابط عمومی آمریکایی را تشکیل می دهد. اما مشتریان همیشه خوشحالند که درگیر شوند و این شاید از مطبوع ترین بازی های سازنده دنیای بازرگانی باشد. در رهگذری دیگر یکی از شکلهای سرزن آمیز این بازی بازی سه نفره در خانواده است که مادر و پدر بر سر اینکه کدام یک به فرزند خود بیشتر محبت نشان دهد با هم به رقابت می پردازن. اما حتی در این صورت نیز باید به خاطر داشت که اعتبار و جنبه خوب بازی از بین نمی روید. زیرا رقابت های وحشتناکتری هم هست مثلا اینکه در رقابت با هم بچه را وادار کنند که بگوید مامان از بابا بدتر است یا چرا تو مرا از پدرت کمتر دوست داری د فرزانه فروتن تز شاید مناسبتر باشد این را زندگی نامه بنامیم تا بازی اما تمام جنبه های بازی را دارد مردی تحصیل کرده و آگاه علاوه بر رشته شغلی خود در بسیاری زمینه های دیگر نیز مطالعه می کند و تجربه می آموزد. وقتی به سن بازنشستگی می رسد، از شهر بزرگی که در آن شغل مهم می داشت به شهر کوچکی نقل مکان می کند. در اینجا به زودی بین اهالی به عنوان مردی فهمیده و با تجربه معروف می شود و مردم می توانند مشکلات خود را از کوچک و بزرگ نزد او ببرند و او چنانچه خود قادر باشد به آنها کمک می کند وگرنه آنها را نزد متخصص مربوطه میفرستد بدین ترتیب او به زودی در محیط جدید جایگاه خود را به عنوان فرزانه فروتن کسب می کند. مردی که بدون تظاهر و فخر فروشی همیشه آماده شنیدن حرفهای مردم است این بازی را اشخاصی خوب اجرا میکنند. که پیش از قبول این نقش به خود زحمت داده و نزد روانکاب رفته باشند و قبل از اینکه به این نقش مشغول شوند از انگیزه های کلی خود آگاهی یافته و آموخته باشند که از چه اشتباهاتی باید اجتناب کرد ه افتخار خواهند کرد که مرا میشناختند تز، این نوع با ارزشی است از بازی بهشان نشان میدهم دو نوع بهشان نشان میدهم وجود دارد در نوع ویرانگر وایت با رساندن آزار و صدمه به آنها نشان میدهد یعنی قدرت و برتری خود را از راه نمایش این طرفندها بروز میدهد ولی این کارها به خاطر کسب اعتبار و پاداش معنوی نیست در نوع سازنده وایت به شدت تلاش می کند و از هیچ کوششی فرو نمیگذارد این نیز برای کسب اعتبار و پاداش معنوی نیست اگرچه این ممکن است انگیزه سانوی باشد بلکه برای آن است که از راهی صحیح و قانونی به تکامل و موفقیتی فوق دیگران برسد و کاری کند که آنها قبطه بخورند چرا پیش از این با او بهتر از اینها رفتار نکردند در بازی افتخار خواهند کرد که مرا می شناختند واید علیه کسانی که در گذشته با او در ارتباط بودند کار نمی کند بلکه برای آنها تلاش می کند و او میخواهد به آنها ثابت کند که احترام و ارزشی که برایش قائل بودند کاملا موجه و قضاوت آنها صحیح بوده است به منظور اطمینان کامل به پیروزی در این بازی وایت باید هم هدف و هم وسیله نیل به هدف خود را شرافتمندانه انتخاب کند و این خود عامل برتری این بازی بر بهشان نشان میدهم است هر دو بازی بهشان نشان میدهم و افتخار خواهند کرد ممکن است صرفا امتیازهای ثانوی باشند نه بازی این رفتارها موقعی بازی تمام ایار می شوند که وایت به جای نفس موفقیت بیشتر به تاثیر کارهایش روی دشمنان یا دوستانش علاقمند باشد